خب حالا تنظیمات ایمیلمون، ما میخوایم فرضاً اینجا اکانت ایمیل هامون رو به آیفونمون اضافه کنیم. شما میایین توی اد اکانت، مثلا اکانت جیمیل دارین، اینجا اضافه میخوایم بکنیم. اسمش هم مثلا میذاریم اکانت امیر، این آدرسش هم که امیر مثلا @gmail.com. البته این آدرس جیمیل من نیست، اگه بود خیلی خوشحال میشدم، ولی نیستش. توضیحی که در مورد این اکانت میخواین خودتون برای خودتون بذارین چیه که مثلا گوگل میل ما هر چیزی که دوست داشتین میتونین بزنین. پسوردتون هم که اینجا میتونین اضافه بکنین، مثلا من میزنم 3 4 میتونم 2 1 9 8. نکست رو که من بزنم میره دنبال این ایمیل میگرده و چون الان اینا اطلاعات درستی نیست اختار به من میده. ولی نکست رو که شما بزنین اگه درست باشه این اطلاعات، این اکانت اضافه میشه به گوشیتون. یعنی به همین راحتی شما میتونین اکانت جیمیلتون رو به آیفونتون اضافه بکنید. خب یه خورده باید وایسیم تا اون اختار رو به ما بده و بگه که اشتباه همه اطلاعاتی که به ما دادی. بله دست شما درد نکنه. اکانت های دیگه هم اگه شما داشته باشید میتونید به همین راحتی اضافه بکنید. فقط تنها نکته که اینجا داره اینه که اگر شما سایت شخصی دارید و ایمیل کاملا شخصی دارید، مثلا فرض کنید حالا سایت رادان مک رو من مثال میزنم، اگر ایمیل رادان مک دارید این توی قسمت آدر باید اضافه بکنید. در نهایت وقتی شما همه ایمیلاتون رو اضافه کردید، یعنی مثلا جیمیل، یاهو، AOL، اینجا همشون با هم لیست میشن و زمانی که شما این میل رو زدید اینجا قشنگ میتونید ببینید همشون رو قشنگ زیر هم میاره و حالا مثلا یاهو این باکس من و حالا الاخر جیمیل باز به همین صورت و خیلی راحت و دیگه فکر کنم کار کردن باهاش خیلی ساده باشه. اگر شما اینم بزنید که میتونید ایمیل بفرستین، یعنی نیو ایمیل براتون باز میکنه، یعنی کامپوز میکنه در واقع. اینم برای زمانی که شما میخواین ریفرش بکنین، مثلا فرض کنین یکی براتون یه دقیقه پیش ایمیل فرستاده، حالا میخواین چک کنین ببینین بالاخره رسید یا نه، این رو میزنین و یه بار کل میل باکستون رو ریفرش میکنه. تنظیمات دیگه که اینجا داره، یکی فچ نیو دیتا است که به محض اینکه شما وای فایتون رو روشن بکنید یا اگر جی پی ار اس تون آن باشه دائم ایمیلتون رو چک میکنه. اگه خوشتون نیومد میتونین آفش بکنین که هر وقت خواستین دستی بیاین اینجا و با زدن این میل این چک کردن انجام بشه، نه اینکه خوش دائم این کار رو انجام بده. میگم اگه خواستین میتونین این پوش رو آف بکنین. مال من روی آنه چون من از جی پی آر اس استفاده نمی کنم، هر وقتم که وای فایش روشن میکنم میتونه بره و بگرده و پیدا کنه و ایمیل ها رو بگیره، مشکلی ندارم. آخرین 50 ایمیلی که برای هر کدوم از اکانت‌های شما اومده رو توی خودش حفظ میکنه و نگه میداره، اگه خواستی میتونید کمتر یا بیشتر بکنید. پریویو هر ایمیل رو تو 2 خط به شما نشون میده، میتونید باز کمتر یا بیشترش بکنید. فونت و مینیمم سایزش مدیوم، شما میتونید فونتش رو بزرگتر بکنید اگه خواستین توی ایمیلتون، ولی اگه خیلی بزرگش بکنید یه ذره خوندنش سخت میشه، ترجیحاً همین مدیوم فکر کنم بد نیست. شو تو سی سی لیبل، دیدین احتمالاً شما زمانی که ایمیل میخواین بزنین اون پایین یه سی سی میزنه که به صورت پیش فرض توی آیفون آفه، چون برای فضا کمه تا جایی که بشه سعی میکنه حفظ بکنین. و اگر دائم از سی سی استفاده میکنین، مثلا همیشه برای 2 نفر 3 نفر 4 نفر ایمیل میفرستین، میتونین این رو بذارید آن بکنید. Ask before deleting هم اگه بخواین یه ایمیل رو پاک بکنین قبلش اخطار بهتون میده که یه خورده نمیدونم اتفاق عجیبیه، چون اینکه من میام یه ایمیل پاک میکنم دوباره ازم میپرسه، این یه ذره روشوخه، من همیشه روی آف میذارم. Load remote images هم که برای زمانی که شما اگر از جی پی آر اس استفاده میکنید و حجم اینترنتتون میخواین تا جایی که میشه کم باشه، میتونید اینو آف بکنید و بگید خودت همینجوری عکس‌ها رو چک نکن و عکس‌ها رو باز نکن. Organize by thread هم که میاد اگر شما ایمیلاتون رو بر اساس thread جابجا بکنید و بالا پایین بکنید، بر اساس اونا نشون میده. به طور مثال فرض کنید شما میخواین ایمیل های رئیستون همیشه خیلی بالا دیده بشه و همیشه توی اسرع وقت بهشون جواب بدید، اینو میتونید یه ترید بالاتر براش بذارید و این رو روشن کنید، توی ایمیلاتون خیلی بالاتر دیده میشه. Always BCC myself هم که وقتی که میخواین شما همیشه از اون ایمیل یه دونه هم برای خودتون بفرستید که اینجا میتونید اون رو آن بکنید. شاید یکم مهمتریناش این دوتا آخریا باشه.
یکی اینکه دیفالت اکانتتون چی باشه. اینجا جیمیل شما میتونید حالا هرکم خواستین انتخاب بکنید که به محض اینکه شما نیو میل رو میزنین به صورت پیشفرض میاد روی اون، و یکی هم این سیگنچر یا همون امضای شماست. حالا اینجا زده سنت فرام آیفون، ممکنه شما بگین امضای من آخر ایمیل اینه، امیر البته رشون نزدن امیر عزیزی مثلا رادان. چقدر دادم میتونه اشتباه بکنه توی تایپ کردن، ولی خب نشون دادم من که خیلی این توانایی رو دارم. و شماره مثلا تلفن، حالا این سیستم اداری که اکثرا دارن و این اطلاعات رو پایین میزنن، مثلا 20 98 21 82 ببخشید 2209 مثلا 81 88 و حالا الاخر. این امضا آخر تمام ایمیل های شما میاد و دیگه نیاز نیست شما به هر کی ایمیل زدین یه بار بیاین این رو ته اون اضافه بکنید و حالا همین اطلاعات رو بهش بدید. اینم هم فکر کنم یکی از قسمت های مهمش و یکی از قسمت های حالا جالبش باشه برای کسی که مخصوصا نامه های اداری و رسمی زیاد جا به جا میکنن.